نسیمه بهروز، فعال مشروطه خواه و عضو فرشگل از کارولینای شمالی همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی بر دو نکته در پیامشون تاکید کردن. نکته اول اینکه اگر این اعتراضات ادامه پیدا کنه، مردم بر جمهوری اسلامی پیروز میشن، و دیگه اینکه از مردم خواستن خیابونهایی رو که با حضورشون تسخیر کردن رها نکنن. آیا احتمال وقوع یک تغییر واقعی از نظر ایشون بیشتر شده؟ درود بر شما و بینندگان گرامی. بله، همونطور که شما اشاره کردید، پیام امروز شاهزاده رضا پهلوی دو محور اساسی داشت، یکی اتحاد و دیگری ممارست. ایشون در ابتدای پیامشون به آرزوی همیشگی خودشون اشاره کردند که دیدن اتحادی که ما امروز در همه جای ایران از مردم شاهدش هستیم بود. برای سالیان سال شاهزاده رضا پهلوی در نوشته هاشون، در مصاحبه هاشون، در پیام هاشون به اهمیت اتحاد رو برای مردم شرح داده بودن و حالا ما میدونیم که به قدرت هشتگ و هشتگ مهسا امینی پی بردیم و یکی از قدیمی ترین هشتگ هایی که شاهزاده رضا پهلوی همیشه استفاده میکردن و من میخوام اینجا بهش اشاره کنم، هشتگ قدرت مردم بود و ما الان میبینیم که چطور مردم از موضع قدرت وارد میدان شدن و این در عملشون تجلی پیدا کرده. تغییر وقتی رخ میده که همه مردم درد همدیگر و درد یکدیگر رو درد خودشون بدونن. یک روز دانشجو به خیابون نیاد، یک روز دیگه معلم، یک روز دیگه کارگر، یا این ماه اهالی اصفهان و ماه دیگه اهالی خوزستان. همه شهرها، همه اقشار، همه سنین با همدیگه به خیابون بیان. همونطور که ما امروز شاهد هستیم، میدیدیم که نام شهرهایی رو در اخبار میدیدیم که به اعتراضات پیوستن که هرگز در اعتراضات قبلا ندیده بودیم اسم این شهرها رو، یا ما شاهد حضور سالخوردگان و افراد مسن‌تر بودیم تا حتی بچه‌های کوچیکی که می‌دیدیم که دست در دست مادرشون، من در بعضی از فیلم‌ها می‌دیدم که به خیابون اومدن. و بله، وقتی که این مدل اتحاد شکل بگیره، حتما نشونه این هست که زمان اون تغییر که مورد نظر شاهزاده رضا پهلوی بوده فرا رسیده. خب خانم بهروز، فکر میکنین که این پیام میتونه تأثیر مشخصی در مسیر اعتراضات مردم داشته باشه؟ بله قطعا میدونه. ببینید، ظلمی که مردم امروز حس کرده، همه مردم در واقع امروز ظلم و ستم و غارتگری که سالها شاید همشون به این درک نرسیده بودن و سالها حس نکرده بودن، امروز همگی به این آگاهی رسیدن. و بله، و شاهزاده سالها تلاش میکردن که این آگاهی رو در مردم بس بدن، سعی میکردن که خودباوری رو در اونها افزایش بدن. در پیامشون در خرداد گذشته دیدیم که مردم رو اپوزیسیون اصلی ایران خوندن در مقابل جمهوری اسلامی و این چقدر تونست به تقویت خودباوری درون به اونا کمک کنه و اونها تونستن این شجاعت و نترس بودنشون رو به رخ رژیم بکشن. بله، خیلی ممنون از همراهی و توضیحات شما.